اطلس جاذبه طبیعی که نفیس در این کاره در گیلان چاپ شده، حوزه هنری چاپ کرده با انتشارات ایلیا. در این کتاب چند صد صفحه‌ای شما تعداد زیادی از جاذبه های طبیعی گیلان رو به روایت عکس و تصویر و نقشه میبینید. و این کاری بوده که چالش عظیم بوده، چون من فکر میکردم بعد 20 سال گشتن گیلان، گیلان رو بلدم، میشناسم. زمانی که سفارش رو من دادن احساس کردم نمیشناسم. این خودش بزرگترین چالشش بوده. و اینکه بری همه اونا رو مستند کنی برای کار نفیس روغنی گلاسه، خب باید دوربین میگرفتی میرفتی هر منطقه رو، یه آبشار باید دو بار سه بار میرفتی تا میتونستی حداقل مستند نگاری کنی، نه اینکه تازه بری یه عکس قشنگ گرفتم ادعا بکنی آقا من عکسی از مثلا لاتون گرفتم که مثلا خیلی قشنگه. نه، من میرفتم از لاتون عکس بگیرم. همون رسیدن به لاتون در اون زمان 10 سال پیش کار سختی بود. همین که بری اونجا هزینه کنی دوربین بذاری عکسی که گرفتی خوب در بیاد، عکسی که حالا مثلا میخوای مثلا لاین آبها رو چه شکلی بندازی، اون کاری که از کاری که من خیلی باش خاطره دارم، خیلی دوست پیدا کردم. اون موقع اینقدر فضای مجازی پیشرفته نبود، من تو از راه اینترنت خیلی وقت افراد پیدا میکردم. مثلا یکی در یه روستایی بود در خودپسرا تعریف میکرد ولایتش ماشین آبشار داره، من آدم پیدا میکردم، ایمیل میزدم، دیر جواب میدادن نمیدادن، مثل الان نبود که تو اینستاگرام و واتساپ اون اینا بتونی راحت پیدا کنی افرادو. اون خب خیلی خاطرم آموزنده بود، من گیلان خیلی شناختم با اون، با اینکه فکر میکردم میشناسم. مثلا مجبور بودم 30 تا آبشار گیلان برم مثلا رصد کنم، همه رو با جی پی اس مختصات بزنم، همه غارها رو گیلان برم. خب مجبور بودم تو غار برم، با غار نوردان میرفتم، میترسیدم، هراس کردم، تو غار رفتم گیر کردم، تو غار رفتم دستگاهم گم شد، تو غار رفتم سرما خوردم. مثلا یه بار یادمه که خب زمان جی پی اس خودم گم کردم که 700,000 تومان قیمتش بود. پراید چقدر بود؟ پراید 6 میلیون بود، یعنی 700,000 تومان پولی بود، چون قیمت الانش 12 میلیونه ولی پراید هم 170 میلیونه. ولی اون موقع اون برای خوش قیمتی داشت، دستگاهی که گم کردن در غار نورچشمه دلم خیلی سوخت، دستگاه بسیار گرانی بود، اگر به درصد بگیر الان شاید 40 میلیون پول میشد مثلا. اینا چیزایی بود که من قبل از اون انجام نمیدادم. خب شاید یه غاره میدیدم توجه جلب میکرد، توش نمیرفتم. برای این کار مجبور بودم که این کارها رو بکنم و خب خیلی جا رو دیدم برای اولین بار، فکر نمیکردم شاید باید اون رو توجه کنم بهش، میشناختمش، فکر نمیکردم باید مستندش کنم، ولی به خاطر این کار من مستند کردم. و کتاب آب و هوای گیلانم علاوه این که به هر صورت در مورد اقلیم و آب و هوایی که از پیچیده ترین آب و هوای فلات ایران، حتی اون کتاب فکر کنم 9 یا 11 تا پدیده رو معرفی کردن برای اولین بار. کتاب آب و هوای گیلان علاوه بر نظری اون کتاب خیلی چالش برانگیز بود، خیلی از پدیده رو برای اولین بار در ایران معرفی شد. اونجا هر کار ندارم که تعبیر گرفت یا نگرفت، از دیدگاه نظری آب و هوای گیلان کتاب شاخص من بوده، فکر می‌کنم با دوستان نوشتم. خب در اون بادهای گرم گیلان برای اولین بار به شکل علمی کار شد، برفی رو معرفی کردیم، برام برف دلتا شاید در پیج من دیروز گذاشتم میتونید ببینید، یه برفی است که مثلثی شکل در دهنه سفیدود بین سنگر لایجان و رشت تشکیل میشه، اکثر برفای ما اونجا میباره. خب میتونید ببینید، نمیدونم گرد بادهای دریایی رو معرفی کردیم، الان حضور ذهن ندارم واقعا همه رو بهتون بگم چیزا. جپه در ریس سفیدود برای اولین بار معرفی کردیم، ارزم به حضور شما که خب الگوهای برفای سنگین رو برای اولین بار در ایران کار کردیم، اصلا فهمیدیم چرا برف یه بار در انزلی میباره، یه بار در رشت میباره، یه بار در لایجان. اینا کار راحتی نیست با امکاناتی که در ایران وجود داره، با عدم پشتیبانی که در ایران وجود داره. به نظر من کار مهمی بوده، من اصلا کار برای این نمی کنم که دیگران به من بگن خوب کار کردی، کارام کردم و میدونم چه کارهای بد کردم، چه کار خوب کردم، میتونم الان بهتون ارزش گذاری هم کنم. فقط خوشحالی منه که با افراد خیلی قوی کار کردم، چه ناشری که باش کار کردم همینجا الان پیش هستیم، چه افراد دیگه که پشتیبان ما بودن. الان باید بگم حوزه هنری گیلان، اینو بهتون بگم خیلی بی‌تعارف، در زمان ریاست آقای قاسمی که اونجا بود برگردن بسیار از نویسندگان گیلان حق داره، به خاطر اینکه سرمایه چاپ بسیار از این کتابا رو داد. کمتر مدیر این کار میکنه، چون سالهای سال گیلان بود شاید میگم چند صد جلد کتاب چاپ کرد، برای خیلی از افرادی مثل ما با کمک ایشون نویسنده شدیم. و ناشری مثل آقای میرزا نجات مبید که واقعا خیلی از ما رو نویسنده کرد، این اعتراف به کس نمیکنه، من اولین بار دارم پشت دوربین میگم، جایدی گفتم خیلی ها رو ایشون نویسنده کرد. افرادی مثل من الفبای نویسندگی اینجا آزمون کردیم، اینجا یاد گرفتیم چطور کتاب بنویسیم. من نویسنده نبودم، بله در مقالات می‌نوشتم، روزنامه می‌نوشتم، ده ها مقاله هم نوشتم، ولی کتاب نوشتن یه ساختار دیگه داره، یه کار دیگه داره که اینجا به ما یاد دادم، به من یاد داد. حالا من دیگران نمی‌خوام بگم که اسم نمی‌خوام برام کسی، ولی می‌خوام بهتون بگم که بله دوستای خیلی خوبی داشتیم، نویسندگان خیلی خوبی در گیلان بودن، توی سال با ما کار کردن که توی این کتاب اسامیشون هست. ما با هم دیگه بالیدیم واقعا توی این کارا و یاد گرفتیم، هر چقدر نوشتیم بیشتر یاد گرفتیم.